بسم الله الرحمن الرحيم دعاي سفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون پاک از کسی که این را برای ما رام کرد وگر نما رام ساختن آن را نداشتیم و ما را رام ساختن آنها نبود و براستی که ما به سوی پروردگارمان باز خواهیم گشت هنگام بازگشت از سفر علاوه بر دعای بالا کلمه های زیرین را به آن بیفزاید الله اکبر الله اکبر الله اکبر پاک از آن ذاتی که این مرکب را در اختیار ما قرار داد در حالی که ما نمی توانستیم آن را مسخر گردانیم بار الها ما در این سفر خواهان نیکی و تقوا و عملی هستیم که سبب خوشنودی تو باشد بار الها این سفر را برای ما آسان بگردان و دوری را برای ما نزدیک کن بار الها توی همراه ما در این سفر و تو جانشین ما در خانواده هستی بار الها از مشقت های سفر و دیدن مناظر غم‌انگیز و تحول ناگوار در مال و خانواده به تو پناه میبرم و هنگام بازگشت این دعا را اضافه کند ما توبه کنان عبادت کنان و ستایش کنان برای پروردگارمان در حال بازگشت هستیم فایده های حدیث گفتن این دعا امر مستحب است که در دعا در آغاز سفر و همچنین هنگام بازگشت از سفر با اضافه کردن چند کلمه که در حدیث بیان شده است ذکر کند فایده دوم از الله برای سفر خود طلب توفیق نمودن چرا که سفر عذاب بیش نیست فایده سوم اثبات این مطلب که الله سبحانه و تعالی احاطه کننده بر هر چیز است او هم با شخص مسافر است و هم جانشین وی در مال و اهل او می باشد فایده چهارم دعا کردن امر مستحب است در وقت مسافرت برای آنکه دعای مسافر قبول است